اما اگر یه مقدار با دقت بیشتری به پنجره براوزر نگاه بکنیم و یه مقدار بزرگترش من بکنم اینجا شما میبینید که به غیر از اسم فایل هایی که اینجا اضافه شدن یک سری اطلاعات جانبی هم اینجا وجود داره این اطلاعات خیلی طبق بندی شده است و خیلی جزئیات زیادی در مورد فایل به شما میده اگر شما نخواستید این همه اطلاعات رو داشتید روی هر کدوم از این قسمت های بالا اگر شما بیایید و کنترل کلیک بکنید میتونید با زدن هایت کالم اون قسمت رو حذف بکنید یا اگر خواستید یه کالم به هر کدوم از اینها یک کالم گفته میشه در واقع اگه خواستید شما یک کالم خاص رو اضافه بکنید میتونید با زدن کنترل کلیک یا رایت right کلیک بیاد اینجا و به طور مثال من میخوام اینجا تام نیلز رو اضافه بکنم میام توی شو و تام نیلز همطور که شما میبینید به صورت آیکونی خیلی کوچیک از فایل من یک تصویر هم اینجا نشون میده مثلا توی پیکچر سام هم اگه بیام همونطور که شما اینجا میبینید میتونم عکس هام رو هم تامنیلشون رو ببینم توی شرایط عادی معمولا پنجره بروزر شما به این بزرگی نیست و به این اندازه است خب دیدن تامنیل به شما یک ذهنیت تصویری میده از اون فایلی که اینجا دارید هرچند که اگر شما توی خود پنجره براوزر رایت کلیک بکنید یا کنترل کلیک بکنید و به جای ویو از لیست small icons, medium icons یا large icons رو بزنید به صورت آیکونی میتونید ببینید فایل هاتون رو و همونطور که شما اینجا میبینید اصلا فایل رو به صورت یک آیکون میبینید اما ممکنه شما بخواید در عین حالی که به تمام فایل هاتون و فولدر هاتون دسترسی داشت دارید تامنیل هاشون رو هم ببینید و بتونید اگر خواستید یه پریویو ساده ای همینجا ببینید شما اگر روی این تام کلیک بکنید و جابجا بکنید میتونید حتی تصویر متحرکش رو هم ببینید نکته قابل توجه دیگه ای که اینجا وجود داره اینه که شما فرض کنید که میخواید تام نیل این فایل رو عوض بکنید مثلا شما این فایل رو میبینید و میخواین تام نیلش این تصویر باشه اما اگه من ولش بکنم دور بر به همون تصویری که بود شما کلیکتون رو, رو روی این قسمت در واقع موستون رو میذارید کلیک میکنید درگ میکنید به چپ براست که در واقع همون عقب و جلو کردن فایله وقتی به جای مورد نظرتون رسیدید کنترل رو روی کیبورد میگیرید و کلیکتون رو ول میکنید تامنیل جدید این فایل براش تغییر میکنه و در نظر گرفته میشه